سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و کانکوریان عزیز و بیننده های عزیز برنامه خودتان برنامه سبق. خب دوستان عزیز، ما در ادامه درس قبلی در جلسه درسی قبلی بحث واحدات، کمیت ها و اندازه گیری رو خواندیم. یک بار قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنیم، درس قبلی رو با هم معرفی میکنیم. اندازه گیری. اندازه گیری گفتیم مقایسه یک کمیت با کمیت همجنسش است که به حیث واحد تعیین شده باشه، و اندازه گیری از جمله اساسی ترین اهداف مطالعه فیزیک است. بحث اندازه گیری موضوعی رو خواندیم به نام کمیت. کمیت از جمله خصوصیات قابل اندازه گیری ماده است و کمیت ها به صورت عموم به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم میشن. کمیت های اصلی تعریف مستقل داشتن، رابطه متقابل نداشتن، تعدادشان هم 7 کمیت بود، و کمیت های فرعی تعریف مستقل نداشتن، از ضرب و تقسیم کمیت های دیگه به وجود می آمدن و تعدادشان در فیزیک نامعین بود. بعد از او هم رفتیم در بحث واحد. واحد مقدار مشخص هر کمیته که برای اندازه‌گیری همو جنس کمیت استفاده شود. در بحث واحدات هم ما دو نوع واحد داشتیم: واحدات اصلی که برای اندازه‌گیری کمیت‌های اصلی استفاده می‌شدند، و واحدات فرعی که برای اندازه‌گیری کمیت‌های فرعی استفاده می‌شدند. خب در این جلسه ما واحدات را به صورت اجمالی تعریف می‌کنیم، واحدات اصلی و واحدات فرعی را. دقت داشته باشید، میایم ابتدا در تعریف بعضی از واحدات اصلی. تعریف بعضی از واحدات اصلی. ببینید به صورت خیلی ساده ما 3 واحد را در بین واحدات اصلی، واحد طول، واحد کتله و واحد زمان را معرفی میکنیم. چرا؟ چون این 3 واحد در ترکیب تمام واحدات فرعی در فیزیک وجود دارند. اما متباقی واحدات اصلی هر کدام در بخش مربوطه خودش به صورت کامل معرفی میشن. و در بین واحدات فرعی هم ما 2 واحد فرعی را، یعنی واحد صد و واحد حجم را، که اساساً در فیزیک زیادتر استفاده میشن، مطالعه خواهد کردیم. خب در بین واحدات اصلی اولین واحدی که تعریف میشه واحد کتله است، که واحد کتله را ما کیلوگرم نام میمانیم. واحد کتله یا کیلوگرم. خب حالا دقت کنید، گاهی از خود سوال کردید کیلوگرم از کجا به وجود آمده؟ پس حالا ما در اینجا فقط صرف این سوال شما را جواب میدیم. کیلوگرم برابر است به کتله 1 لیتر آب خالص، 1 لیتر آب خالص در حرارت 4 درجه سانتیگراد، در حرارت 4 درجه سانتیگراد. دقت کنید، اگر فضای اتاق حرارتش 4 درجه سانتیگراد باشه، شما 1 لیتر آب خالص را در این هوای 4 درجه سانتیگراد روی ترازو بانید، مقدار کتله ای که برای شما تعیین میکنه 1 کیلوگرم است. خب حالا سوال میشه، اگر آب 1 لیتر نباشه آیا کتلهش 1 کیلوگرم نمیشه؟ میگیم نه. اگر آب خالص نباشه کتله 1 کیلوگرم نمیشه؟ میگیم نه. چرا؟ چون اگر آب خالص نباشه، به خاطر از اینکه کثافتش با کثافت آب خالص تفاوت داره، به خاطر همین گفته میتونیم که دیگه 1 لیترش 1 کیلوگرم را تعیین نمیکنه. و اگر حرارت 4 درجه نباشه آیا 1 لیتر 1 کیلوگرم شده میتونه؟ میگیم نه. چرا؟ چون اگر درجه حرارت از 4 کمتر یا بیشتر شوه، آب انبساط یا انقباض میکنه که در هر دو حالت دیگه 1 لیترش 1 کیلوگرم رو برای ما نشان نمیده. خب پس به صورت ساده میگیم 1 کیلوگرم کتله 1 لیتر آب خالص در حرارت 4 درجه سانتیگراد است. دومین تعریفی که ما از واحد کتله داریم، تعریف جدیدتر، میگیم 1 کیلوگرم برابر است به کتله استوانه ساخته شده از پلاتین و اریدیم، از عناصر پلاتین و اریدیم که این استوانه دارای قطر و ارتفاع 3.9 سانتیمتر باشد. 3.9 سانتیمتر باشد. خب اگر شما در بعضی از کتابا عکس از این کیلوگرم معیاری رو دیده باشید،
1 کیلوگرم معیاری در کشور فرانسه نگهداری میشه. استوانه ای است که از الیاژ پلاتین و اریدیم ساخته شده که هم قطر و هم ارتفاع از این استوانه 3.9 سانتی متر باشه. ببینید در شکل نشان بدیم. استوانه یک شکلی را میگن که دارای ارتفاع و قاعده دایروی باشه. دارای ارتفاع باشه و قاعده شکل دایروی داشته باشه. اگر این استوانه هم ارتفاعش 3.9 سانتی باشه، 3.9 سانتی متر، و هم قطر از این استوانه 3.9 سانتی متر باشه، 3.9 سانتی متر، مقدار کتله ای که تعیین میکنه برابر به 1 کیلوگرم خواهد بود، به شرطی که این استوانه از الیاژ مخلوط پلاتین و اریدیم ساخته شده باشه. البته مخلوط پلاتین و اریدیم هم در تعریف کیلوگرم یک شرط داره. الیاژی که ساخته میشه باید 90% پلاتین و 10% اریدیم باشه. اگر ترکیب 90% و 10% مراعات نشه، به خاطر متفاوت بودن کثافت های پلاتین و اریدیم، دیگه این استوانه کتله 1 کیلوگرم را برای ما تعیین نمی. پس ساده میگیم. میگیم 1 کیلوگرم کتله 1 لیتر آب خالص در حرارت 4 درجه سانتیگراد است. و یا 1 کیلوگرم کتله استوانه ساخته شده از پلاتین و اریدیم است که دارای قطر و ارتفاع 3.9 سانتیمتر باشه. که این استوانه فعلا در کشور فرانسه نگهداری میشه. خب، این بود از اولین واحد اصلی در فیزیک که واحد کتله بود. واحد کتله را به صورت کامل و ساده معرفی کرد. خب، حالا میایم در دومین واحد اندازه گیری. دومین واحد اندازه گیری در فیزیک واحد طول است. واحد با معذرت زمان است که ثانیه نامگذاری میشه. دوم واحد زمان به نام ثانیه. خب، در بحث واحد زمان هم ما شما دو تعریف از واحد زمان گفته میتونیم. واحد اولی یا تعریف اولی ثانیه را به صورت خیلی ساده تعریف میکنه. این تعریف قدیم از ثانیه است. میگه 1 ثانیه برابر است به 1/86400 حصه 1 شبانه روز متوسط. 1 شبانه روز متوسط. ببینید؟ از نگاه فیزیک شبانه روز دائم در حال تغییره. گاهی شبانه روز به اندازه چند ثانیه بیشتر و گاهی چند ثانیه کمتر میشه. که اگر ما یک شبانه روز را به 86400 حصه تقسیم کنیم، 1 حصه ثانیه میگیم. و تعریف بعدی یا تعریف جدیدتر از ثانیه را بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم داشت. خوش آمدید دوستان عزیز. دقت کنید، واحد زمان یا ثانیه را تعریف کردیم. گفتیم 1 ثانیه 1/86400 حصه 1 شبانه روز است. اما قسمی که ما میتونیم شبانه روز متوسط را به 24 ساعت تقسیم کنیم، هر 24 ساعت 6 دقیقه میشه و میتونیم به 1440 دقیقه تقسیمش کنیم. و چون هر دقیقه 60 ثانیه است، 1 شبانه روز میشه 86400 ثانیه که 1 حصه به نام 1 ثانیه یاد میکنن. و تعریف جدیدتری که از ثانیه صورت گرفته به این شکل است. میگن 1 ثانیه مساوی است به مدت زمانی که در آن، مدت زمانی که در آن نور خارج شده، نور خارج شده از اتم سزیم 133، از اتم سزیم 133 بتواند 9,192,631,770 مرتبه اهتزاز کند. اهتزاز کند. دقت کنید. میگیم نوری که از اتم سزیم 133 خارج میشه به صورت موجی حرکت میکنه. هر باری که موج از بالاترین نقطه میده پایین ترین نقطه و برمیگرده در بالاترین نقطه، یک اهتزاز در او کامل میشه.
ما گفته میتونیم یک ثانیه مدت زمانی است که در او نور خارج شده از اتم سزیم 133 بتانه 9,992,631,770 مرتبه اهتزاز کنه. دقت کنید دستمه نهایتا در مدت زمان یک ثانیه بتانه 5 اهتزاز کامل کنه، ولی نوری که از اتم سزیم 133 خارج میشه دمون یک ثانیه بینی اندازه اهتزاز تکمیل میکنه، 9,192,631,770. خب ای بود دو تعریف از ثانیه. تعریف قدیمی تر یک بر 86,431 شبان روز و تعریف جدید تر مدت زمانی که نور خارج شده از اتم سزیم 133 بتانه اینی قدر مرتبه اهتزاز انجام بده. خب ای بود از تعریف ثانیه. حالا میریم در سومین واحد، واحد اندازه‌گیری طول که متر است. واحد اندازه‌گیری طولم دقیقاً مثل از این دو واحد گذشته یک تعریف قدیمی یا ساده داره و یک تعریف جدیدتر یا کمی جنجالی‌تر. دقت کنید سومین واحد واحد طول است که متر میشه. واحد طول یا متر چه قسمی تعریف میشه؟ اولین تعریف ما میگیم یک متر مساوی است با یک بر 10,000,000 حصه یا یک بر 10^7 حصه فاصله بین دو نقطه، فاصله بین خط استوا تا یکی از قطبین زمین یا قطب شمال یا قطب جنوب، او کاملا اختیاری است. ببینید ما وقتی نقشه کره زمین رسم میکنیم، کره زمین به خاطر حرکت وضعی که داره شکل بیضوی مانند میگیره. دو خط بسیار مهم در زمین وجود داره، یکی خط نصف النهار که زمین را به دو نیم کره شرقی و غربی تقسیم میکنه و یکی خط استوا که زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. بالاترین نقطه نصف النهار را قطب شمال و پایینترین نقطه نصف النهار را قطب جنوب میگن. قطب جنوب. اگر ما از خط استوا تا قطب شمال و یا از خط استوا تا قطب جنوب این فاصله را به 10,000,000 حصه مساوی تقسیم کنیم، به 10,000,000 حصه مساوی، در نتیجه یک حصه از این را میتونیم به حیث واحد طول یا یک متر تعیین کنیم. پس یک متر یک بر 10,000,000 حصه فاصله بین خط استوا تا یکی از قطبین یا شمال یا جنوب زمین. تعریف دیگه ای که از متر داریم به این شکل است. یک متر مساوی است فاصله ای که در آن نور خارج شده از اتم کریپتون 86 بتواند 1,650,763.73 مرتبه اهتزاز کند. این تعریف جدیدتر از متر. میگه زمانی که اتم کریپتون 86 که به حیث یک ماده رادیواکتیو شناخته شده از خود نور خارج کنه، این نور به شکل موج حرکت میکنه و یک متر اون فاصله ای است که نور خارج شده از اتم کریپتون 86 بتونه در اون فاصله 1,650,763.73 مرتبه اهتزاز خود را کامل کنه. دقت کنید شما فرض کنید فاصله بین دو دست ما یک متر باشه. اگر دست راست ما با اهتزاز به سمت دست چپ حرکت کنه، نهایتا بتونه این فاصله یک متر در اهتزاز 20 مرتبه یا در اهتزاز 30 مرتبه کامل کنه، ولی نوری که از اتم کریپتون 86 خارج میشه دمو فاصله یک متر 1,650,763.73 بار اهتزاز خود را کامل خواهد کرد. خب ببینید یک بار به صورت ساده واحد طول یا متر یک متر میشه 1 بر 10^7 حصه فاصله بین خط استوا تا یکی از قطبین
و یا 1 متر فاصله ای که در آن نور خارج شده از اتم کریپتون 86 بتانه 1,650,763.73 مرتبه اهتزاز کامل خود را اجرا کنه. خب این بود از تعریف متر. واحد اندازه‌گیری درجه حرارت، واحد مقدار ماده، واحد شدت روشنایی و واحد شدت جریان برق هر کدام در بخش‌های مربوطه خودش معرفی خواهد شد. حالا میریم به تعریف واحدات فرعی. اینا بودن واحدات اصلی. در بین واحدات فرعی ما صرف 2 واحد فرعی را به صورت ابتدایی می‌خوانیم. اول واحد سطح یا واحد مساحت. خب در تعریف واحد سطح ابتدا ما باید خود سطح را بشناسیم. سطح چی است؟ ما میگیم سطح سرحد جدایی بین جسم فیزیکی و فضای اطرافش است. جسم فیزیکی و فضای اطراف. ببینید سطح به معنی سرحد جدایی جسم فیزیکی از فضای اطرافش است. به صورت نمونه سطح تخته سطح جدایی تخته از فضای صنف است، یا سطح بدن سطح جدایی بدن از فضای اطراف است. اما در بحث واحدات مساحت و چگونگی دریافت مساحت، این موضوعات را بعد از یک وقفه کوتاه با ما همراه باشید. خوش آمدید دوستان عزیز. دقت کنید، ما در بحث تعریف واحدات فرعی یا واحدات اشتقاقی، واحدات فرعی یا واحدات اشتقاقی، اولین واحدی را که ما معرفی کردیم واحد مساحت یا واحد سطح بود. گفتیم سطح سرحد جدایی بین جسم فیزیکی و فضای اطرافش است. اگر ما بخوایم مساحت یک سطح دریافت کنیم، مساحت متشکل از 2 بعد است: بعد طول و بعد عرض. مساحت یک جسم را ما میتونیم از حاصل ضرب طول ضرب عرض دریافت کنیم که طول با حرف L و عرض با حرف W نشان داده میشه. پس مساحت برابر میشه با L ضرب در W. واحد مساحت در اینجا برای ما اهمیت داره. واحد مساحت را ما چه قسمی دریافت کنیم؟ ما برای دریافت واحد مساحت واحد طول را مربع میکنیم. به صورت نمونه برای دریافت واحد مساحت، واحد طولی که متر باشه را توان 2 میمانیم، یا برای دریافت واحد مساحت سانتی متر را توانش 2 میسازیم، کیلومتر را توانش 2 میسازیم، فوت را توانش 2 میسازیم، یا هر واحد طولی را که توانش 2 باشه به حیث واحد مساحت قبول داریم. خب این بود از واحد مساحت. گفتیم سطح سرحد جدایی بین جسم فیزیکی و فضای اطرافش است که ما مساحت یا بزرگی یک سطح را از حاصل ضرب طول L ضرب عرض W دریافت میکنیم، و برای دریافت واحد مساحت ما مجبور هستیم واحد طول را به توان 2 بیاریم. یعنی اگر واحد طول متر، سانتی متر، کیلومتر یا فوت باشه، اگر بالای از اینا توان 2 قرار بگیره، نشان دهنده واحدات مساحت یا سطح خواهد بود. خب حالا میایم به معرفی نوع بعدی واحدات فرعی، واحد حجم. در بحث واحد حجم، واحد دوم واحد حجم، ابتدا خود حجم را معرفی میکنیم. حجم چی است؟ ما میگیم فضای اشغال شده یک ماده به نام حجم اون ماده یاد میشه. مثلا فضایی را که یک شخص اشغال میکنه به نام حجم اون شخص یاد میشه، یا فضایی را که یک میز میتونه اشغال کنه به نام حجم اون میز یاد میشه. پس فضای اشغال شده یک جسم به نام حجم یاد میشه. اگر شما در بعضی موارد با حجم و مکان معرفی شده باشید، تعریف مکانم دقیقا معادل به تعریف حجمه، با یک تفاوت بسیار کوچک یا اندک. دقت کنید،
مکان فضای اشغال شده توسط یک ماده است، اما در یک زمان مشخص. و حجم فضای اشغال شده در یک ماده است و هیچ قید زمانی بر از او ذکر نشده. مکان قابل تغییر است نظر به زمان، اما حجم نظر به زمانهای کوچک قابل تغییر نیست. اگر ما بخوایم حجم یا بزرگی حجم یک ماده را دریافت کنیم، حجم یک جسم را رسم می‌کنیم. یک مستطیل که این مستطیل در سه بعد قرار داشته باشد: بعد طول، عرض و ارتفاع. دقت کنید، ابعادی که روی سطح قرار دارن، ابعاد اولیه یا طول و عرض گفته میشن، طول به حرف L و عرض به حرف W، و بعد سوم بعد ارتفاع است، بعد ارتفاع که با حرف H نشان داده میشه. برای دریافت بزرگی حجم یک جسم، ما طول، عرض و ارتفاع رو با هم ضرب میکنیم. طول ضرب عرض ضرب ارتفاع. و برای دریافت واحد حجم، واحد حجم، ما مجبور هستیم واحد طول را به توان 3 در بیاریم. واحد طول به توان 3. به صورت نمونه، اگر واحد طول متر باشه، متر مکعب واحد حجمه. اگر واحد طول سانتی متر باشه، سانتی متر مکعب واحد حجمه. اگر واحد طول کیلومتر باشه، واحد حجم کیلومتر مکعب یا فوت مکعب یا هر واحد طولی است که به توان 3 در آورده شود. خب، این بود از قسمت واحد حجم. فضای اشغال شده یک ماده به نام حجم یاد میشه. ما حجم را میتونیم از حاصل ضرب طول، ضرب عرض، ضرب ارتفاع دریافت کنیم، چون جهان سه بعدی است. و واحد حجم را میتونیم از مکعب کردن واحد طول دریافت کنیم: متر، سانتی متر، کیلومتر، فوت به توان 3. خب، این بود از تعریف واحدات فرعی. ما حالا میایم در بحث سیستم های اندازه گیری و سیستم های بین المللی برای اندازه گیری. ببینید دوستان، قبل از اینکه ما سیستم های اندازه گیری رو بخوانیم، یک بار واحدات اصلی و فرعی را به صورت مجموعی معرفی میکنیم. در بین واحدات اصلی، واحدات اصلی، سه واحد اصلی را تعریف کردیم: اول متر، دوم کیلوگرم کتله، کیلوگرم، و سوم ثانیه. سوم ثانیه. دقت کنید، تعریفات ساده و اساسی از اینا به این شکل است: یک متر 1/10 میلیونم یا 10^7 حصه فاصله بین خط استوا تا یکی از قطبین زمین، یا قطب شمال یا قطب جنوب. کیلوگرم 1 لیتر آب خالص در حرارت 4 درجه سانتیگراد بود. و ثانیه، اگر ما یک شبانه روز را به 86400 حصه تقسیم کنیم، یک حصه از او به نام ثانیه معروف است. خب، و در قسمت واحدات فرعی، واحدات فرعی، ما دو واحد فرعی را به صورت ساده معرفی کردیم: یکی واحد سطح، واحد سطح، و دوم واحد حجم، واحد حجم. واحد سطح یا سطحی که سرحد جدایی بین جسم و محیط است، و واحدش میشه مربع واحدات طول. و حجمی که فضای اشغال شده توسط یک ماده است، و واحداتش میشه واحدات مکعب واحدات طول. خب، قبل از اینکه ما بحث بعدی یا سیستم های اندازه گیری رو بخوانیم، بیاین در قسمت اهمیت سیستم های اندازه گیری کمی بفهمیم. دقت کنید، یک مثال بسیار ساده در کتاب صنف 7 به این شکل آمده: یک تاجر مال را سری 300 افغانی از کابل خریداری میکنه و با اندک مصرف میبره 500 افغانی یا 450 افغانی در مزار میفروشه. چرا نقص میکنه؟ دلیلش این است که سیر کابل به نسبت سیر مزار کوچکتر است، یا سیرها در داخل خود افغانستان متفاوت هستند. چه برسه ای که یک کشور تا کشور دیگه واحدات مخصوص خود را داشتن. اما در قرن 20 دانشمندان تصمیم گرفتن این سیستم های اندازه گیری را به یک شکل واحد در بیارن و این نامش ماندن سیستم بین المللی، که ما انشاءالله در جلسه بعدی در معرفی سیستم بین المللی خواهیم پرداخت. تا
جلسه بعدی که دوباره در خدمت شما کانکوریان و دانش آموزان عزیز قرار میگیریم، خدا یار و نگهدارتون.